تختیارم دوختم، شیشتام رو بالشتی دوختم، پیرن آسین بلند یقه بستم، با مغزی توری دوت تا دوختم. خلاصه هر کاری گفته بودی کردم، اما نمیدونم چرا دلم شور میزنه. اشرف بلنده میگفت آدم هرچی به ترسه سرش میاد. صاحب کن تا اتاقا رو ببینی. از تو کوچه معلومه؟ او چه معلومه، انقدر خوبه. دیدی عقدت هم کردم، واسه ننم هم این همه کار نکرده بودم. تو نمیری دروغ تو ذات ما نی، باز حرفامو باور کنی. مردم واسه هم حرف داره بردن که چه خواهی میکنم. آره بالا، مردم واسه هم حرف داره. اگه دستم به این مردم برسه، بی خود خونه تو کثیف نکنه عباس جون. نمیدونم این همه چه خان کن تو دنیا هست، مردم از جون من چه میخوان؟ مردم رو ولشون کن، تو رو خدا خونه بگو. خونه؟ آخ چه خونه ای، انقدر خوبه انگار حرمسرا میمونه. رضا دلال میگفت لنگای این دو تا اتاق مثل ما تو تموم قاره ایرون پیدا نمیشه. اینجا درشه، اینم راروشه، بلند و باریک و تو تاریک. تو این رارو سر تا سر آینه کاری بوده، میگن 400 تا آینه کار خبره شب و روز روش کار میکردن. نما دل دوزا اومدن و آینه ها رو کش رفتن. حالا خونه رو نگاه، مثل ماه میمونه. تموم ترون رو بگردی لنگش پیدا نمیشه. حتی بدونی چقدر گرون تموم شد باسم این دو تا اتاق مثل ما؟ همه یه گچبریاش از این سر تا اون سر کار اوست رجب گچبر بوده. میگن جدش به زهاک ماردوش میرسیده، یه دونه خش تو پیاش مصرف نشده، همش هاجر قذاقیه. قذا خوبه، از اونجا میره رو بهارخوابش. چه بهارخوابی، جون میده واسه پچه بند زدن. حالا یه موچم بده. شش ماه دنبال این دو تا اتاق گشتم، تازه همسایه‌ام نداریم، فقط صابخونه‌مون اینجاست که اونم رفته شاپلزیم شمع روشن کنه. میدونم که باورت نمیشه من خونه زندگی دارت کنم، اما به خدا قسم دروغ تو ذات مانی، دو تا ماهی هم خودم برات کشیدم. چه؟ چرا مبهوت شدی؟ خوشحالم که مبهوت شدی. تازه اتاقاشو ندیدی، انقدر خوبه. مگه نه؟ بیا اینم چیلی داش، بگی برو تو اتاقا قدم رو برو، هر کاری دلت میخواد بکن. مار خودمونه مگه نه؟ قشنگه نه؟ خوشت که میاد؟ دیگه خونه زندگی دار شدی. تازه فردا باز بریم کلی جنس بخریم که اتاقا رو پر کنیم، آخه مهمون پیمون میاد بده. حالا تو دیگه حسرت اشرف بلنده رو نباس بخوری، چون هرچی بخوای واسه فراهمه.